بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیننده های عزیز، عبدالله شمس هستم. خداوند شکرگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما دوستا و بیننده های عزیز قرار دارم. امیدوار هستم هر کجایی که هستین در حفظ و امان الله متعال باشین. چند روز قبل یک ویدیوی را در یوتیوب اپلود کردم که آیا قرآن کریم کتاب الله جل جلاله است؟ و قسمت اولش ما یعنی در ویدیو بیان کردم و یکی از نظریات کسایی که مخالف قرآن است ای بود که قرآن کریم کتاب خداوند جل جلاله نیست، بلکه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم با ذهن و استعداد خود قرآن کریم را بیان کرده که ما با دلایل از خود قرآن کریم و از احادیث و از کتاب های تاریخ این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ای گپ امکان پذیر نیست که خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم را بیان کرده باشد. اما سه نظر دیگه مخالفین باقی مانده بود که را میخواییم در این ویدیو روش بحث بکنیم و بررسی بکنیم و ببینیم که تا چی حد و اندازه او نظریات میتونه که درست باشه و ایره ثابت بسازه که قرآن کریم کتاب الله جل جلاله نیست. دومین نظر که مخالفین قرآن دارن ای است که میگه قرآن کریم کتابی است که کپی پیست شده از کتابهای قبلی است. یعنی تمام داستانهایی را که ما و شما در کتابهای انجیل و تورات میتونیم پیدا بکنیم، او داستانها در قرآن کریم هم عین چیز بیان شده، با یک کم تغییرات و مثلا بعض جزئیات و تفصیلاتش کم و بیش چی شده، تغییرات داشت آمده. در غیر از او تمامش همون داستانهایی است که در انجیل و تورات هم است، در قرآن کریم هم است. بنابراین میگن که قرآن کریم کاپی پیست کتابهای تورات و انجیل است، یعنی از او رسول الله صلی الله علیه وسلم موضوعات نقل کرده در قرآن کریم و گفته که این کتاب جدید خداوند جل جلاله است. حالا باز هم به چند لحظه مثل دفعه قبل امی موضوع را باور میکنیم و میگیم بله شما درست میگین، قرآن کریم کتاب خداوند جل جلاله او نیست و کپی پیست شده از کتابهای قبلی است. حالا اگر ما این موضوع را قبول بکنیم باز هم چند مسئله به وجود میاد. مسئله اول ای است که رسول الله صلی الله علیه و سلم امی بود. امی به اصطلاح عام یا به معنای فارسی بی سواد، کسی که سواد خواندن و نوشتن نداشته باشه به او شخص در عربی میگن امی. وقتی که ما خود قرآن کریم هم مطالعه بکنیم در چندین جای این موضوع رو بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم امی بود یا بی سواد بود. وقتی که ما احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مطالعه بکنیم، یعنی تمام کتاب های احادیث اگر ما مورد بررسی قرار بدیم، این موضوع را ما پیدا میکنیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم امی یا بی سواد بود. و اگر کتاب های تاریخ هم اگر شما برین مطالعه بکنین که در مورد اسلام و تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باشه، در او هم ما این موضوع را پیدا میکنیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم امی یا بی سواد بود. ام به معنای مادر، امی شخص را میگه که در دوران طفولیت یا پیش از اینکه به دنیا تولد شوه پدر خود از دست داده باشه و پیش مادر بزرگ شده باشه، به خاطر او را امی میگن. این شخصی که پدر نمی داشت بسیار زیاد برش مشکل بود که بتونه سواد نوشتن و خواندن یاد بگیره. و قسمی که ما میفهمیم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش از اینکه به دنیا متولد شوه پدر خود از دست میده، از او خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم به نام امی یاد میشه. و وقتی که ما قرآن کریم هم مطالعه بکنیم خداوند جل جلاله در سوره جمعه آیه دوم میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند جل جلاله در آیات می فرمه که هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، آن خداوند ذاتی است که از بین بیسوادان، از بین امیین رسول را مبعوث میکنه. بعثه یعنی مبعوث میکنه رسول را که تلاوت میکند، یتلو علیهم آیاته، تلاوت میکند بر ایشان آیات خداونده، و یزکیهم، و آنها را پاک میسازد از تمام پلیدی های ظاهری و باطنی،
و یعلمهم الكتاب والحکمت و ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین، و برشان آموزش می ده حکمت و کتاب که قرآن کریم است و قبل از او آنها در چی بودن؟ در گمراهی بودن. یعنی در این آیت در قسمت اولش بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم امی است، از بین امیین یا جمله بی سوادان مبعوث شده. به می شکل در جای دیگه در سوره عنکبوت خداوند جل جلاله می فرماید و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. در این آیه خداوند جل جلاله می فرماید و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، و تو نمیتونستی بخوانی قبل از این، یعنی که تو توانایی خواندن نداشتی. ولا تخطه بیمینک، و نه هم میتونستی با دست راستت چیز را بنویسی. اذا لارتاب المبطلون، وگرنه باطل اندیشان به شک میافتادن. دیگه خداوند جل جلاله او دلیل از این که رسول الله صلی الله علیه وسلم بی سواد بود ای را بیان میکنه. یعنی یک سوال پیش مردم هم خلق میشه، تا پیش مسلمان ها هم این سوال میتونه خلق شوه که چرا خداوند جل جلاله او یک شخص را پیغمبر آخر زمان تعیین کرد که او سواد خواندن و نوشتن نداشت. یعنی میتونست خداوند جل جلاله یک شخص عالم، یک شخص دانا با فهم که حداقل خواندن نوشتن یاد میداشت، او را میتونست که پیغمبر یا رسول انتخاب بکنه. در این آیات در سوره عنکبوت خداوند جل جلاله حکمت از این موضوع بر ما بیان میکنه که چرا من از بی سوادای کر انتخاب کردم. میگه تو قبل از این خواندن و نوشتن یاد نداشتی، اما اگر احیانا تو مثلا آدم با سواد می بودی، عالم می بودی، کسایی که باطل اندیش بودن، کسایی که انسانهایی هستن که مفکوره های منفی در ذهنشان است و مخالفین اسلام است، اونها چی میکردن؟ فکر غلط میکردن. یعنی اونها میگفتن که خودش عالم است، این خودش قدر دانا است، حتما قرآن کریم خودش نوشته کرده. مثل کمیال هم مردم امی گپا میگن. یعنی با وجود از این که تمام تاریخ، تمام قرآن کریم، تمام احادیث این موضوع را ثابت میسازه که رسول الله صلی الله علیه وسلم امی بود، خواندن و نوشتن یاد نداشت، اما باز هم اینها میگن نه، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن گفته، خودش نوشته کرده، این ساخته شده خود رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اما قرآن کریم میگه نه، تو قبلا خواندن و نوشتن یاد نداشتی، اگر که یاد می داشتی باز باطل اندیشان فکر منفی میکردن، فکر غلط میکردن، میگفتن که ای خودش عالم است، خودش دانا است، حتما خودش نوشته کرده دیگه، خودش با مدانایی و علمی که داشت خودش قرآن کریم نوشته کرده. اما این حکمت خداوند جل جلاله رو ببینین که رسول را انتخاب میکنه که امی است، رسولی که بی سواد است، خواندن نوشتن یاد نداره. پس چطور میتونه که یک شخصی که امی است یا بی سواد است از کتابهای قبلی کپی پیست کرده باشه و قرآن کریم نوشته کرده باشه یا بیان کرده باشه؟ امکان نداره. یعنی یک شخص بی سواد، او هم که 40 سال عمرش سپری شده باشه، او چطور میدونه که از کتابهای انجیل و تورات بگیره و یک کتاب قرآن، کتاب عربی را با این فصاحت، با این شکل یک گرامر زیبا و فصاحت زیبا قرآن کریم بیاره بیان بکنه؟ امکان نداره. شما مثلا همین حاله که قدر علم پیشرفت کرده و تکنولوژی پیشرفت کرده، یک شخصی که عمرش هم از 40 سال گذشته باشه، او رو بگیرین و برش یک موضوع بسیار ساده را بخواین آموزش بدین، یا یک موضوع بسیار ساده را برش بخواین که برش بفهمونین، ببینین که چقدر سخت است، چقدر مشکل است نسبت به اینکه یک شخصی که مثلا جوانتر میباشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم سواد نوشتن و خواندن اصلا نداشت. او چطور میتونه که در سن 40 سالگی یک دفعه بگه که من پیغمبر خدا هستم و بگیره از روی کتاب های انجیل و تورات موضوعات ترجمه بکنه به عربی و به مردم بگه که این کتاب خداوند است؟ امکان نداره. پس نظر به این دلیل این موضوع رد میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریم از کتاب های انجیل و تورات کپی کرده باشه. و باز هم شاید بعضی حال پیدا شوند بگن که نه من قرآن کریم قبول دارم، نه احادیث قبول دارم، نه کتابای تاریخ قبول دارم که اونها تمامش میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم بی سواد بود، من گپ قبول ندارم، او حتما سواد داشته، حتما آدم فهمیده بوده و حتما از کتابهای انجیل و تورات قرآن کریم کاپی کرده. حالا میریم باز یک موضوع دیگه، یک مسئله دیگه را مورد بررسی قرار میدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر به تاریخ و نظر به احادیث تقریبا در سال 570 میلادی متولد شده و در سال 632 میلادی رحلت کرده. 570 میلادی قرن 6 میشه و 632 میلادی مربوط به قرن 7 میشه.
وقتی که میریم تاریخچه انجیل را میخوانیم که در کدام سالها انجیل ترجمه شده، متوجه میشیم که اولین کتاب ترجمه شده انجیل به زبان عربی در قرن نهم نوشته شده بود. وقتی که شما برین همین موضوع را در گوگل سرچ کنین یا تحقیق بکنین، در هر جایی که میتونین برین تحقیق بکنین، متوجه میشین که اولین کتاب انجیل که به زبان عربی ترجمه شده بود در قرن نهم میلادی بود، یعنی بیش از 100 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما شما میفهمیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک خانواده عرب در یک کشور عربی تولد شده بود که اصلا با زبان‌های دیگه بلدیت نداشت. انجیل به زبان عبرانی یا هبریو نوشته شده بود، یعنی اولین انجیلی که از جانب خداوند جل جلاله به حضرت عیسی علیه السلام نازل شد به زبان عبرانی بود، چون زبان خود حضرت عیسی علیه السلام بود. اما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که زبانشان عربی بود و از قبیله قریش بود، در اون زمان نمیتونست که عبرانی را بفهمه، یاد داشته باشه که از کتابهای انجیل و تورات کپی کرده باشه. و اولین انجیل گفتم که در قرن نهم میلادی به عربی ترجمه شده بود. پس چطور میتونه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از اون کتابها که به زبان عبرانی بود قرآن کریم نوشته کرده باشه؟ پس نظر به دو مسئله که ما بر شما بیان کردم که یکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امی بود یا بی سواد بود، و دومی که خود انجیل به زبان عربی در قرن نهم میلادی ترجمه شده بود، این موضوع را رد میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کتاب انجیل و تورات قرآن کریم به وجود آورده باشه. مسئله سومی که مخالفین قرآن بیان میکنن این است که میگه اگر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این کار نکرده باشه، یعنی از کتابهای انجیل و تورات کپی نکرده باشه قرآن کریم، حتما یک شخص عیسوی و یهودی بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک کرده و برش بیان کرده از کتابهای انجیل و تورات، تایی که او چی کرده؟ قرآن کریم ساخته. حالا اگر ما این مسئله را قبول بکنیم، باز هم چند مسئله به وجود میاد. مسئله اولی که وقتی ما تمام احادیث، تمام کتابهای احادیث مطالعه بکنیم و کتابهای تاریخ اسلام مطالعه بکنیم، ما اوت یک شاهد و اوت یک سند را پیدا نمی کنیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با کدام شخص عیسوی و یا یهودی نشست و برخاست کرده باشه و از او آموزش دیده باشه یا کدام مشوره از او گرفته باشه. ما اوت یک یعنی شاهد را یا اوت یک سند را ما در بین کتب نمیافیم. فقط یک شخص که رسول الله صلی الله علیه و سلم با او ملاقات کرد و او شخص عیسوی بود، ورقا ابن نوفل بود، و داستانش هم از اینجا شروع میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که به سن 40 سالگی میرسه و هنوز پیغمبر نشده، یعنی به پیغمبری مبعوث نشده، سال یک ماه میرفت به غار حرا و به عبادت خداوند میپرداخت، یعنی تنهایی را اختیار میکرد و دموجه با خداوند مناجات میکرد و عبادت میکرد، یعنی گوشنشینی را اختیار میکرد. در اون زمان وقتی که 40 سال شد، یعنی به 40 سالگی رسید، یک روز حضرت جبرئیل علیه السلام پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید و به اولین بار با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ملاقات میکنه. وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل میبینه، ورخطا میشه و یک ترس در دلش به وجود میآید. حضرت جبرئیل علیه السلام برش میگه که بخون، و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چون خواندن و نوشتن نمیدانست میگه ما انا بقاری، ما خواننده نیستم. باز حضرت جبرئیل علیه السلام تکرار میکنه اقرا، بخون. باز هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه که ما قاری نیستم، ما انا بقاری. حضرت جبرئیل علیه السلام ده هر باری که میگه من نمیتونم، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه من نمیتونم قرائت بکنم، حضرت جبرئیل علیه السلام او را تحت فشار قرار میده، یعنی فشارش میده که باید بخونه. بار سوم که میگه من خواننده نیستم، باز حضرت جبرئیل علیه السلام آیه اول الی پنجم سوره علق یا سوره اقرا را قرائت میکنه. اقرا بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ای آیاتی است که اولین بار به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده که همینجا جبرئیل علیه السلام برش تلاوت میکنه، میگه بخون به نام پروردگارت، پروردگاری که خلق کرده، یعنی همه چیزا، چیزی که ما میبینیم و نمیبینیم، همه چیزا خلق کرده.
و خلق الانسان من علق، انسان از علق خون بسته شده پیدا کرده. اقرا و ربک الاکرم، بخوان که پروردگارت بسیار با فضل و کرم است. الذی علم بالقلم، او پروردگار است که یکی از فضل و کرمش است که انسان علم داد با وسیله قلم. یعنی دی آیت خداوند جل جلاله او هم اهمیت علم بیان میکنه و هم اهمیت قلم بیان میکنه در اولین آیات که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شد. قال فعلا در موضوع علم و قلم نمیریم، انشالله در ویدیوهای آینده انشالله در مورد قدرت قلم باز انشالله صحبت خواهد کردم. یعنی اولین آیات که نازل میشه موضوع ازی است که رسول الله صلی الله علیه و آله ما سواد خواندن نوشتن ندارم و در این حال بسیار زیاد میترسا و مت ترسیده و لرزیده به شتاب میره به خانه پیش بی بی خدیجه که خانم رسول الله صلی الله علیه و آله است و تمام داستان رو براش قصه میکنه که من تو یک وضعیت سپری کردم و تو یک شخص اومد. بی بی خدیجه میگه که نترس، یعنی براش دلداری میتم، میگه چیز تو نمیشه، تو یک شخص با ایمان هستی، یک شخص راستکاری هستی، خداوند تو را نگاه میکنه و میگه که بیا بریم پیش پسر عمو یا پسر کاکای ما که امی ورقه ابن نوفل میباشه که در اون دوران یک شخص کهنسال و نابینا است. یعنی ورقه ابن نوفل یک شخص نابینا و کهنسال است. میگه بریم پیش از او و می داستان تا بر از او تعریف کن، چرا که او یک شخص عیسوی بود، یعنی به خداوند باور داشت. میگه او ببینیم که او چه گفتنی دارد. وقتی که اینها میرن پیش ورقه ابن نوفل و داستان خدا باز هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با او بیان میکنن، ورقه ابن نوفل میگه که بله، ای امو شخصی است که پیش حضرت موسی علیه السلام هم آمده بود و به حضرت موسی علیه السلام یعنی وحی میکرد، یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام میگه ای امو شخص است که به حضرت موسی هم وحی کرده و به حضرت عیسی علیه السلام یعنی وحی از جانب خداوند جل جلاله نازل کرده. و در ادامه ورقه ابن نوفل میگه که ای کاش من در او زمان هم زنده باشم که قومت تو را از مکه بیرون میکنه. حضرت محمد صلی الله علیه السلام با تعجب میگه قوم مرا بیرون میکنه؟ میگه بله، تا حال هیچ پیغمبر مبعوث نشده مگر می که از جانب قومش او چی شده؟ بیرون شده، از اون شهر بیرونش کردن، یعنی مخالفت به او انجام دادن. و میگه اگر من دو دوران زنده باشم حتما تو را کمک و یاری میکنم و از دست مخالفانت تو را نجات خواهد دادم. اما متاسفانه که به بسیار زودی ورقه ابن نوفل هم وفات میکنه و به تا یک چند مدت وحی هم متوقف میشه. یعنی هدف مزید داستانی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با یگانه شخص عیسوی که ملاقات کرده و در احادیث ای ثابت است ورقه ابن نوفل است که او هم بعد از اینکه براش وحی نازل میشه و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به پیغمبری مبعوث میشه میره به او را ملاقات میکنه که او هم براش ایمان میاره، او هم تصدیقش میکنه که بله تو پیغمبر خدا هستی. همین شخصی که پیش تو آمده بود پیش پیغمبرای دیگه هم آمده بود، اما دیگه تو یک شواهد را ما نمیتونیم پیدا بکنیم که یعنی بر ما ثابت بسازه که یک شخص عیسوی یا یهودی با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کمک کرده تا اینکه او قرآن کریم را نوشته کرد. باز هم این موضوع را هم اگر ما قبول نکنیم بگیم نه شاید که در کتاب ها نوشته نشده باشه یا شاید که به شکل پنهانی کدام شخصی بوده باشه که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کمک کرده تا اینکه قرآن کریم را نوشته کرده، اگر واقعا این گپ حقیقت باشه و یک شخص عیسوی یا یهودی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در نوشتن قرآن کمک کرده باشه، پس این آیات قال برتون تلاوت میکنم چطور در قرآن کریم آمده. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. به تحقیق کفر ورزیدن آنانی که مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسی علیه السلام خدا نامیدند و حضرت مسیح گفت ای بنی اسرائیل عبادت کنید الله را که پروردگار من و از شما است. ما متوجه میشیم که در این آیات خداوند جل جلاله میفرماید که کسایی که حضرت مسیح یا حضرت عیسی را خدا نامیدن اونها کافر شدن. عیسویان همی باور دارن که میگن حضرت عیسی خداوند است و یکی که پسر خداوند است، او را گاد میگن یعنی خدا میگنش. اگر یک شخص عیسوی به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کمک کرده باشه تا اینکه او قرآن بنویسه، پس چطور این آیه برش اجازه داده که نوشته کنه که بگو کسایی که حضرت عیسی را پسر خدا میگن اونها کافر شدن؟ امکان نداره که یک نفر با مخالفت خودش یا بر ضد خودش یک چیز را نوشته بکنه. به این شکل آیه دیگه را میخوانیم. لتجدن اشد
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. در سوره مائده آیه 82 خداوند جواب می‌فرماید که شدیدترین دشمن شما یهود و کسانی است که شرک ورزیدن. یعنی خداوند جل جلاله میگه که در بین تمام انسان‌هایی که در روی جهان است، دشمن شما یا سرسخت‌ترین دشمن شما در قدم اول یهود و در قدم دوم مشرکین است. دیجا هم ثابت می‌سازه اگر یک شخص یهود با رسول الله صلی الله علیه و سلم در نوشتن قرآن کریم کمک کرده باشه، پس چطور به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این آیات گفته که نوشته کو؟ یا چطور به رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه داده که به شکل یک موضوع را یا یک آیه بیان بکنه که یهود دشمن سرسخت شما است؟ پس نظر به این دلایل، این هم رد میشه که قرآن کریم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به کمک یک شخص عیسوی یا یهودی نوشته کرده باشه. و بالاخره نظر چهارم کسایی که مخالف قرآن کریم است، ای است که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چون بسیار زیاد یک شخص روحانی بود و با روح و معنویات زیاد سر و کار داشت، حتما شیطان کمکش کرده که قرآن کریم بیان بکنه. اما بسیار زیاد یک دلیل غیر منطقی است که اگر ما ای گپ بگیم که شیطان به رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک کرده، چرا که وقت ما همیشه وقت قرآن کریم مطالعه میکنیم، اولین کلمه را که ما میگیم یا اولین جمله را که ما تلاوت میکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگیم پناه میبرم به خداوند از شیطان رانده شده. یعنی ما در اولین قدم از شیطان به خداوند پناه میبریم، بعد از او باز قرآن کریم تلاوت میکنیم، چون امر خود خداوند جل جلاله است. خداوند جل جلاله در قرآن کریم میفرماید فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. در سوره نحل آیه 98 خداوند جل جلاله می فرماید که فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. هر وقت که شما قرآن کریم تلاوت میکردین، قرائت میکردین، از شیطان به خداوند پناه ببرید. حال اگر شیطان رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک کرده باشه، چطور برش گپ میگه که اول از شیطان به خدا پناه ببر؟ و به می شکل وقتی که ما قرآن کریم مطالعه میکنیم، در جاهای زیاد خداوند جل جلاله این موضوع رو بیان میکنه که شیطان دشمن شما است. به طور مثال ما در سوره یاسین میخوانیم أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. میگه که آیا ما بر شما وعده نکده بودم؟ آیا ما بر شما نگفته بودم که شیطان پیروی نکنین، شیطان عبادت نکنین؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ، به خاطر که شیطان دشمن واضح و آشکار شما است. خداوند جل جلاله که هیچ وقت شما پیروی از شیطان نکنین، چرا که او دشمن واضح و آشکار شما است. حالا اگر شیطان به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کمک کرده باشه که قرآن کریم نوشته بکنه، چطور خود دشمن خود معرفی میکنه؟ یعنی چطور باز هم به ضد خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من دشمن هستم، دشمن شما انسان ها هستم؟ یا از پلان خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که پلان من است که شما را گمراه بسازم، پلان من است که شما را غمگین بسازم. تمام از این آیات ما در قرآن کریم میتونیم پیدا بکنیم. پس نظر به این دلایل، این هم رد میشه که شیطان به رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک کرده باشه که قرآن کریم نوشته بکنه. پس هر چهار نظر را که ما در ویدیو قسمت اول بر شما بیان کردم، اولی که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریم با ذهن و استعداد خود نوشته کردم، و سه نظر دیگه که در این ویدیو بر شما بیان کردم، اولی که قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و سلم از کتاب های انجیل و تورات کپی کرده، دومی که با وسیله یک شخص یهودی یا عیسوی قرآن کریم نوشته کرده، و سومی که با کمک شیطان قرآن کریم نوشته کرده، که هر سه از این نظرها در این ویدیو مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم که امکان نداره که این نظریات درست باشه. اما باز هم
امکان دارد که در ذهن بعضی از مخالفین بعضی نظریات دیگه هم باقی مانده باشه که بگویند که قرآن کریم کتاب خداوند نیست. بنابر اینی دلایل، چهار دلیل عمده که بود ما بر شما در ایدو ویدیو بیان کردم. نظریات بعدی یا نظریات دیگه که باقی میمونه انشالله کوشش میکنم که در ویدیوهای بعدی روی از اون موضوعات هم بحث بکنم، او را هم بررسی بکنیم و ببینیم که تا چی حد و اندازه میتونه که نظریاتشون درست و دقیق باشد. اگر که از این ویدیو چیز را یاد گرفتین و فکر میکنین که با فایده شما و بقیه افراد است، پس حتما ویدیو را با دیگر دوستایتان هم شریک بسازین تا اینکه داخل اجر و ثواب شوین. و کسایی که مخالف ما هستند و مخالف نظریات ما هستند و مخالف قرآن کریم هستند، لطف کرده با ما کامنت ننویسن، بر من نصیحت نکنن و بر من نگوین که من چی کنم و یا چی نکنم، چون من خودم اسلام با تحقیق و درک خود دوست دارم. یعنی من شخص نیستم که از ملا شنیده باشم، از مولوی شنیده باشم، از پدر خود شنیده باشم. این تمامش تحقیق و بررسی خودم از خودم علاقمند و دوستدار قرآن کریم هستم و خودم با تحقیق خود با قرآن کریم علاقمند هستم و میخوایم که به دیگر دوستا هم ای را نشر بکنم. پس هیچ زحمت نکشین، نه کامنت نوشته کنین، نه داوودش نام بدین و نه هم ما با گپ شما میشم. تا ویدیو بعدی تمام شما را با خدای یکتا می سپارم. همیشه شاد، موفق و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید. خداوند یار و نگهدار شما.